مهمان امروز برنامه ما فردی است که همگی افتخارات ممکن در ورزش فوتبال را به عنوان یک مربی با تیم ملی کشورش ایران کسب کرده هم برای اولین بار به جام جهانی راه پیدا کرده هم به فوتبال مردان در المپیک رفته و هم قهرمان آسیا شده افتخارهایی که دوتای آخر آن حدود نیم قرن است تکرار نشده حشمت مهاجرانی سرمربی پیشین تیم ملی ایران همچنان از محبوبترین ترین فوتبال در ایران و آسیا است و برای بسیاری از علاقمندان یک اسطوره رمز موفقیت او چه بود چرا فوتبال ایران دیگر قهرمان جام ملت آسیا نمی شود من پوریای جافره هستم و این گفتگوی ویژه است با حشمت مهاجرانی خشمت مهاجرانی خیلی ممنون که با ما صحبت میکنید بیشتر از همه دوست داشتیم که تو این برنامه اول شما رو بهتر بشناسیم و بعد اینکه نگاه بکنیم به اینکه مسائل فوتبال ایران در این چند دهه که شما از نزدیکترین و دورترین باهاش در ارتباط بودین چه اتفاقی براش افتاده بذارید که اول از همه از کودکی شما شروع بکنیم کودکی نوجوانی اون موقع تلویزیون به این شکلش نبود حتی رادیو به این شکلش نبود اینکه یه کسی یه دفعه یه کشش پیدا بکنه به یه ورزشی حالا فوتبال بسکتبال والیبال برای شما چطوری بود در, در مشهد این اتفاق چطوری افتاد برسون برسون ما شش تا برادر بودیم با تاسفانه خواهرم نداشتیم خب این داستان زندگی من شاید تکراری هم باشه چون مادری داشتم خدا رحمت کنه که سواد نداشت ولی بینش و دانشش 20 سال جلوتر از فکر میکرد در محله ای که ما زندگی میکردیم برای اینکه ما نریم بیرون با افراد ناباب بازی نکنیم تمام وسایل رو فراهم میکرد تو منزل نهار میداد شام میداد غذا درست میکرد بچه هم دور رفقامون بیان اونجا و غذا بخورن و بریم تمرین فوتبال و این یه دفعه دو دفعه اتفاق نیفتاد یعنی تکرار شد حتی بگم سالیان و من به همه دلیل زودتر هم میرفتیم من هم قهرمان پریش ارتفاع و نیزه بودم من بسکتبال انتخاب شدم من فوتبال انتخاب شدم و نطفه تیم ابو مسلم در منزل ما بسته شده و جالب اینه که چهار تا برادرم که خدا را کنه در این تیم بازی میکردیم کردیم شما تاج, تاج بازی کردید یا دهین بازی کردید؟ ده؟ من تهران که آمدم هنوز باشگاه پاس به با وجود نیامده بود شربانی اصل بود اصلا چی اومد تهران برای دانشگاه پلیس من خدا بیا مرد فریدون صادقی رئیس تربیت بدنی شربانی من انتخاب کرد تقریبا بدون کنکور یعنی سوالا رو ما داشتیم که آمدیم اونجا و سالیان بعدم خب آقای شرفی شاروخی مناجاتی بیژن معتمدی ناصر ناموز و, و مربی داشتیم خدا بیا مرزا خیلی بینش و دانش خوبی داشت نویسنده خوبی هم بود و شاید اگر بخوایم بررسی کنیم هیچ تیمی به اندازه پاس به تیم ملی مملکت مربی نداده این،, این به حالا شما یه خاطره جالبی قبلا بر من تعریف کرده بودید مثل اینکه سر چهار رو وایساده بودید واقعا اسدالله استولای... اسدالله انضباط خیلی دوست داشت و شعور و فهم فوتبالش هم به خاطر اینکه موقعی که فوتبال بازی میکرد پاش شکسته بود به خرج شربانی فرستاده بودنش فرانسه زبان فرانسه هم یاد گرفته بود با علاقه فوتبال تمام تمرینات تیم ملی و پاریس انجرمن میرفت و واقعا با خود شوقات خوبی آورده بود و تمریناتش هم بینظیر بود بعدا که من مربی تیم ملی عمان شدم رفتم فرانسه در اردو کم به تیم ملی بیشتر همون تمریناتی دیدم که استولائی به ما میداد و بدون اقرامت میگم استولائی خیلی خیلی خدمت کرد گذار تیم فوتبال بود برای شما چه نقشی داشت خب این در صحبت کردن ناطق خوبی بود منطق قوی هم داشت موقعی که با من صحبت کرد منو راضی کرد که این ایده و افکار اون رو تقریبا دنبال بکنم شما به عنوان بازیکن چی شد که هیچ موقع برای تیم ملی بازی نکردید از, از این جهت بازیکن دیگه تو اون پست بود که بهتر از شما بود حقتون رو خوردن یا میخواد بیشتر من واقعا من من دعوت داشتم به تیم ملی یا با زمان مبشر دعوت داشتم ولی خب اون موقع هم آقای خدا به فکری مربی بود بازیکنایی که مثلا بسط خدا رنجبر یا امیر آصفی یا اینا همه از من خب طبیعتا برتر بودن من در این مورد ادعایی ندارم و قبول همون موقع هم قبول داشتم که اینا برتر از من هستم ولی خب جوون بازیکن دوست داره همیشه مطرح بشه و من شاید اون موقع که مثلا من از مشهد آمدم تران اول دهیم بازی کردم کاپیتان دهیم بودم بعد که چندین بازیکن تاج محروم شد ما با علی جباری با کرم نیلو با پرویز ابو طالب یادمه با اینا آمدیم به تاج بازی کردیم یه سال هم در تاج بازی کردم که بعدا تیم پاس به وجود اومد یعنی دو تا تیم به وجود آمد یکی اقاب که خود آمانج سرودی درست کرد یکی هم پاس که فریدون صادقی تیم درست کرد اون موقع دیگه با اون نیرو انسانی قوی که ما داشتیم خب همیشه در لیگ تخشمشید مطرح بود تیم ما و قهرمان هم شد و بعد رفت قهرمان آسیا هم شد ب... یعنی از نظر ذهنی شما حالا بالاخره به ب... عنوان فوتبالیست از همون موقع ولی فکر میکردی که من میخوام که مربی بشم در یه مقطعی ببینید چون در مشهد که من هم کاپیتان تیم بودم هم مدیر بودم من مربی بودم این حس داشتم یعنی این حس در من بود که میتونم مثلا فرض کنم مربی بشم مربی و یعنی ف... از نظر نیرو انسانی خودم بگم میگم فاکتورهای لازمی برای هدایتی تیم دارم و خب رفتم که اولین مدرسه دیدم خب طبیعتا بعد دوست اصلاً چی شد که اون همون دیتما کرامر اومد شما میخواستی بری تو کلاس شرکت بکنی چه اتفاقی افتاد که شما رفتی شرکت کردی یعنی فدراسیون دعوت فرستاد یا خودتون میخواستی بریم اول مدرسه برومره فوتبال و مکری خودمون رئیس فدراسیون فوتبال بود خب مکری هم جالب اینه که هر سه که ما اعزام شدیم ما رو تاج بودیم <applause> یعنی خودمون رنجبر عبود امیر پرویز ابو طالب و من این سه نفر رفتیم اولین مدرسه برومردی فیفا رو دیدیم با دات مارکرامر خب سه ماه شبانه روز خیلی سخت بود و این سه ما ازد منم ازدواج کرده بودم بچه داشتم دخترم کوچیک بود و خانمم و دخترم و به مشهد پیش مادرم مشهدم هوا سرد برد و شاید بعدا که برگشتم خانمم تعریف میکرد که مثلا بچه مریض بوده کوچیک بوده ماشین نبوده تاکسی نبوده چجوری به دکتر رسنم مسائلی که همیشه خانم ها مطرح میکنن و حق هم دارن مطرح کنن و همیشه من تشکر میکنم چون خانم هم در یک طبقه ورزشی بوده برادرش رئیس باشگاه تاج بوده و زندگی ورزشی رو میدونست برادرهای دیگرش هم ورزشکار بودن وزن بردار بودن خیلی خوب با من همکاری کرد و اگر همکاری ایشون نبود شاید من نیمه مثلا این کار رو ول میکردم اصلا ادامه نمیدم تشویق و همکاری ایانم خیلی مؤثر بود که من مربی تیم ملی رو ادامه دادم بعد این یه دورانیه که خب فوتبال ایران داره کم کم مطرح میشه تو آسیا سال 68 قهرمان شده سال 72 قهرمان شده میخواد بیاد جام جهانی 74 بعد شما اون موقع بازی ها رو نگاه میکردید میرسه به بازی خیلی حساس که ایران و استرالیا هستن اون موقع هم پوزیشن شما چی بود هم احساس شما نسبت به اون تیم که به استرالیا در نهایت باخت چی بود من فکر کنم اون موقع مربی جوانان بودم درسته مربی جوانان بودم و خب همینجا من اشاره داشته باشم که فدراسیون آتابای دیدوان خیلی برای من هزینه کردم خیلی هم سرمایه گذاری کردم به دورهای مختلف من فرستن نه من شب بخوابم صبح بولم شب مربی چرا تیم. به شما انقدر اطمینان داشتن که من با جوانان خیلی خوب کار کردم نچه گرفته بودم ضمن این که مربی جوانان بودم اسیستان محمود بیاتی و محمد بیاتی هم بودم این در بر میگرده به 1972 المپیک مونیخ بر. که تیم ایران با خودمون محمود بیاتی و محمد بیاتی رفتم من خب تا خیلی دوست داشتم کارو یه فاکتور بزرگ دوست داشتنه که من این کارو دوست داشتم وقت زیادی هم گذاشتم متقابلا هم فدراسیون به من اعتماد کرد و همیشه هم تشکر میکنم از پدرسو که بقید اینقدر به من اعتماد کنم بعد دیگه این موقع شما شروع کردی انگلیسی یاد گرفتن و دیگه هی مطالب بیشتر و آنها به عرضت برسونم که این که سوال فرمودی ما آره را درسته درست. و بعد خب من مربی تیم ملی شدم با بازیکنای هفته چار خیلیشون صحبت کردم گفتم چجور شد گفت ما رفتیم نیوزلند یه بازی دوستانه کردیم و نیوزلند رفتیم ملبورن و شب خوابمون نمی برد دو و از شب بلند می شدیم پینگ پونگ بازی می کردیم و استراحت کافی بازیکنان ها نداشتن من رو خودم تست کردم موقعی که مربی شدم اول رفتم استرالیا رو خودم تست کردم رفتم ملبون هتل گرفتم همونجا خوابیدم ببینم صدای بوغ ماشین چیزی مزاحم بازیکنان نمیشه رو خودم تجربه کردم برگشتم من هم روز اول تیمم رو ارنج کردم که سر شام خوردن و راحت خوابیدن یعنی شما میدونید سفر طبیل مدت هفت ساعت 8 ساعت بالاخره تغییر ساعت خواب تاثیر داره همون اما روز اول من تنظیم کردم چون خودم رو خودم تست کرده بودم و این کار رو انجام دادم و اما روز اول من تو فرودگاه که رسیدم خبرنگارا گفتن مثلا بعد بازی 74 حالا چی میگی گفتم به زمان جناب علی آی بین من باید برنده بشم خب برنده هم شدم خدا شد. <applause> آقای اوفارل جدیدن هم فوت کردن سال, پیش بود اومدن اوفارل در فوتبال ایران چقدر نشت می داشت میدونم که شما خیلی خاطرهای خوبی هم از رابطه خودتون با ایشون یادتونه؟ اول نه زیاد به من کار نمیداد ولی عملا که رسید دید نه من هم در تمرین خوب میتونم شرکت کنم هم میتونم ادوایز خوبی بدم در تمام موارد افاره با من مشورت میکرد در تمام موارد انتخاب تیم بازی کن اردو چیکار بکنیم غیر از تعمیراتی که خودش مستقیم میآمد در زمین تعمیر میداد در بقیه موارد هاشیا و مسائل بیرونی تیم این باور کرده بود که من میتونم خیلی کمکش بکنم و خیلی مسائل براش حل بکنم چقدر در مربی شدن شما تاثیر گذاشت فر حالا به کلاس های شما دیده بودید بالاخره مربی منچستر یونایتد بود اومده بود ایران خب نمیتونم بگم که بدون تاثیر بود افار تاثیر خوبی بود خیلی از تمریناش خب من همون تکرار تمریناش و افاره رو یعنی شاید بگم که تأثیری که اوفارر در این چهار سال اسیستانش بودم رو تیمداری رو نیمکت چه جوری بشه تیمش چه جوری ادایت کنه شاید اثرش بیشتر از سمای بود که فرس فیفا کوچینگ اسکول دیدم با داتمار مارکرام خیلی تاثیرگذار بود و بعد دیگه شما دو تا دو تا چیز پیش روی شماست راجب به جاملت 76 که به مفصل صحبت خواهیم کرد که قهرمان شدید ولی من چیزی که میخواستم بدونم اینه که هفتاد و ق... تیم قهرمان شده دادن دست شما ذهنیت شما چیه که من با این تیم میبرم جام جهانی این تیم قهرمان آسیا میکنم این... یعنی شما باور داشتی خودتون که هم به توانایی خود شخص خودت و همینطور هم این, این بازیکن که همه کار میتونید بکنی خیلی سخت بود من تا... تایلند بودم تایلند بودم و ب... بیژن معتمدی آمد به من گفتش که فدراسیون تصمیم گرفته که مربی تیم ملی بشی داخل ایران هم نبودم که بخوام به مذاکره بکنم اینا با کسی مشورت بگیرم و بیژن هم خب هم دوره من بوده در شهربانی ما هم هم دوره بودیم یعنی بدون که به شما بگن خودشون میخواستن شما رو مربی بکنن من اصلا خبر نداشتم خود فدراسیون تصمیم گرفته و یعنی تمامه تصمیم گیری فدراسیون من فکر کنم بیشترش ایداش با آقای دیدبان بود دیگه و تمام مسائل فوتبال رو آقای دیدبان ران میکرد و گفتم بیژن خیلی کار سختیه چجوریه گفت فدراسیون تصمیم گرفته که شما جایگزین افرار بشی از یه طرف خوشحال شدم بزرگترین افتخار زندگی مربیگیریم تیم ملی مملکتمه از یه طرف دلهورو که آیا میتونم این کار انجام بدم آیا موفق از چی ترسیدی؟ جان؟ از چی ترسیدی؟ که نتونم این کار رو ادامه بدم نتونم یعنی موفق بشم خب طبیعتا شما به موقعی که یه آفر بد میاد پیشنهاد بد میکنن نکات مثبت و منفیش بررسی میکنی مثبتش آره بزرگترین افتخار زندگی می بوده که مربی ملی مملکتم بشم حالا میتونم اعتماد فدراسیون جواب بدم به من اعتماد کردن خب شب تا صبحم نخوابیدم و با اون چیزی که فکر میکردم رسیده بودم دوست داشتم هدفم این بوده که یه روز مربی تیم ملی مملکتم باشم و خوشبختانه حالا به غلط یا درست موفقم بودم و بعد کار چجوری شروع شد یعنی اومدین تایلند بودین اومدین ایران تیم ملی رو تحویل گرفتین خیلی محیط مثل اینکه محیط دوستانه ایه. یعنی همه پذیرفتن شما رو به عنوان مربی تیم ملی سوال خب. نکردن که خب. چرا خب. ایشون انتخاب خب. کرد اکثریت بازیکنایی که بودن بازیکنای خودم بودن حالا مربیای همرده دیگه به نظر میاد خیلی حسادتی هم در کار نبوده شما رو قبول داشتن خب ببینید چهار دوره ای که جوانان من قهرمان شدم و با اوفاره هم کار کرده بودم میدونستم بیشتر کارهای اوفاره رو من دارم انجام میدم دیگه جامعه پذیرفته بود فوتبالیست ها پذیرفته بودن و یه تیمی هم داشتم که اون تیمم هم صادق بود هم درست بود من مثلا آقای شرفی رو انتخاب کردن در کنار من باشه خب اینا با هم در یه تیم بازی کردیم در دانشگاه پلیس با هم هم دوره بودیم نقاط ضعف و مثبت همه چیزهای زندگی هم دیگه میدونستیم و من میگم که موفقیت یه تیم جدا از کادر فنی حتی تماشاگرا رسانه های جمعی،, جمعی یا تلویزیون اینا همه شریک هستن من تنها نبودم که تیم موفق شد همکارای زیادی داشتم رسانه های گروهی تلویزیون همه همه و همه در این موفقیت شریک هستن وقتی در جامعه شما یه موفقیت به دست میاری این در موفقیت ما شما نیست ما تمام افراد جامعه که در اون زندگی میکنن شما هم شریک هستی من هم شریک هستم اگه تیم ما در قطر قهرمان میشد من هم شریک بودم شما هم شریک بودیم متعلق به امیر قلعه نوی و بازیکنان نبود متعلق به تمام افراد جامعه که در اون زندگی میکنیم حالا جالبه می میگی یه چیز خنده داری یه بار برای من تعریف کردیم که مثل اینکه خانومتون بعضی موقع بیلیت ها رو میدادن به آدم های محل از خست اینو, اینو تا، <applause> تا، کس دیگه بهت گفته یا تعریف کرده؟ نه شما گفتیم به من ببین من کمتر اتفاق افتاده بود که برم با تیم جلو جایگاه بیستم و خب تا بلیت خب میدادن دیگه به خانواده هم پنج تا 6 تا تیکت میرسید دیگه میدادم اون دفعه آمدم جلو جایگاه با تیم ایستادم یه دفعه نگاه کردم زیر جایگاه دیدم ای این بقاله است اینم مرغ فروشه اینم سوپرمارکته نگو این, این سوپر بلیط ها عیال من میگرفته به اینا میداده خب حالا بغل وزیر نشسته خب بعد انقلاب شد گفتم زریجون، گفت ببین اون بیلیت هایی که من دادم الان گوشت و مرغ و همه اونا به من میدن دمیان <هم> <مارس hourly> هیچ کس یادش نیست ولی اونا ببین چه به داد من رسیدن گوش میارن مرغ میارن نوم میارن هر کاری داشتم اون سوپرمارکت انجام میدن اینو نمیدونم یادم نیست جایی گفته باشم شاید فکر کنم بده اولین دفعه دارم میگم بله خلاصه میگم من نگاه میکردم همین حرفی که شما میزدی آقای بهمنش گرفته آقای روشنزاده همه خیلی خیلی محیط دوستانه ای بوده اون موقع تیم ملی فکر میکنید همین محیط دوستانه تا چند اندازه کمک کرد به شما که موفق بشین به خصوص تو بازی های جا 76 جام ملت ها آخرین باری که ایران در فوتبال دات بارکرامری مثالی داشت میگو بزرگترین تاکتیک دوستی و رفاقته ما تاکتیک بالاتر از دوستی و رفاقت نداریم اگه همه دست به دست بدیم میتونیم موفق باشیم همون ضرب مسئله سابقه ایرانی و یه چوب و دو چوب و میتونی بشکنی و اینی که همیشه تو گوش من بود این نصیحت کرامش که بزرگترین تاکتیک دوستی من رابطه خوب با تماشاگرم داشتم با روزنامهگارم داشتم با بازیکنمم داشتم حتی با خونواده بازیکنم هم داشتم گاهی اوقات خانواده بازیکنان به من کمک میکردن که بازیکن من مثلا مرخصی دادم برش شب جمعه گاهی اوقات مثلا میگفتن ساعت ده هنو نایمده من پیداش میکردم میفرستم خونه یه رابطه قبی بین خودم و بازیکنان و خانواده بازیکن و تماشا ایجاد کردم و استفاده هم کردم خیلی هم خوب استفاده کردم شما نظرتونه که مربی باید مثل برادر بزرگتر باشه یا باید بترسن ازش ببینید نه اینکه که بترسم با احترام باشه احترام داشته باشه مربی و طبیعتا هم به زبون خودم که روش حساب بکنم نه اینکه که بازیکن هر کاری دلش میخواد بکنه دم بگه در هر زمانی در هر تیمی بازیکن های شیطون داره من یه رفتم تایلند مسابقه دادم شب تو کوریدور میخوابیدم بیجان معتمدی هم همون سفر اگر تایلند اگر یکی بخواد بره از بیرون بعد از رو من بپره بیرون اتفاقا با هم آقای اردشخان لارودی و اینا تو کل هستیم گپ میزدیم بعد بازی ها تموم شد دو تا فوتبالیستا گفتن آقا فکر کردی خیلی زرنگی گفتم نه چه زرنگی دارم من آقا بعدا فهمیدم اینا به طبقه اول بودم و یه تایلندی ده دلار میدادن نردبون میذاشتن میرفتن بیرون خب کیا بودن نه نمیتونم بگم که ماخر. بعد چون اینا به من گفتن گفتن چون, دف... چون یه دفعه میتونستم شرکت کنن سال بعد نمیتونستم گفتن چون سال بعد نیستیم اینو داریم میگیم دفعه دیگه من رفتم تایلند گفتم من طبقه 20 اتاق میخوام <applause> یعنی شیطنت دارن کنات شما نمیتونی بگی که شیطنت ندارن ولی هم انضباط هم احترام هم همی که دوستی و رفاقت خیلی مست... میتونه به هم پیون بزنیم این جام ملت های 76 خب قهرمان شدید الانم نگاه میکنیم این جام ملت های آخر رو قطر قهرمان شده و حالا خیلی صحبت هست در مورد میزبانی قطر همون موقع به نظر شما حالا چیزی نمیخوام کم بکنم از ارزش های تیم و کار شما میزبانی در ایران چقدر کمک کرد به شما؟ خب خیلی تاثیر داشت میزبانی ایران ببینید یه چیزی من به شما بگم که گریز به این سوال بزنم در اون موقع مسئولین فیفا بیشتر مال اروپا بودن و اروپایی ها مخالف بودن که سهمیه آسیا و آفریقا زیاد بشه و کامبیز آتابا که رئیس سی بود با رئیس کنفدراسیون آفریقا خیلی فعالیت کردند که هاوالانج آمد یعنی هاوالانج آمد شما مطمئن باشید ما یا 86 یا 90 گرفته بودیم این دیگه همه میدونن که ما یا 86 یا 90 ولکاب گرفته بودیم یعنی آماده سازی داشتیم و فدراسیون لیاقت و شخصیت داشت که این مسابقات جهانی رو برگزار کنه خب طبیعتا مسائلی خب پیش اومد نتونستیم دیگه اون کار خودمون ادامه یعنی فدراسیون کار خودش ادامه بده ولی رو برنامه ریزی بود فدراسون. من اعتقاد دارم که انضباط و دیسیپلین در فوتبال از چمن به بالا منتقل نمیشه از بالا به زمین منتقل میشه یعنی شما اگر اون بالا رئیس فدراسیونت دبیر فدراسیونت فدراسیون فوتبال انضباط و دیسیپلین داشته باشه به چمن زمین طبیعتا منتقل میشه علاوه بر اون در اون فدراسیون که من کار میکردم جناب جافره هیچ کس حقوق بگیر نبوده همه زمان انگلیسی هم بلد بودن همه عاشق کارشون بودن حقوق من بوده 2500 تا من اونم پول بنزین ایاب زهابم بوده هیچ کس حقوق بگیر نبود همه با عشق و علاقه کار میکردن یعنی فراد شریعت آقای دیدبان خود آتابای بگی مهندس پرورد بیژن معتمدی خدا بیامو جلال رسولی همه امین بخش همه و همه جعفر نامدار همه هیچ کس خدا پول حقوق پو بگیر نبوده اینه که خیلی فاکتورا اون فدراسیون داشته که تونسته موفق بشه در هیچ زمینه شکست نخوره چه دبانان چه جام باشگاه آسیا چه المپیک چه جام جهانی بله همه اینا اتفاق افتاد هیچ موقع از شما انتقاد میشد یعنی که یه چیزی بخونید تو روزنامه که خوشتون نیاد که مثلا مهاجرانه اینجوری کرد یا اونجوری کرد یا بعد بازد... اگه میشه شما بگید که کار اجتماعی داشته باشه اونم در سطح ملی و انتقاد نباشه من گاهی اوقات انتقادایی که منطقی بود بر مبنای قرض نباشه هدایت کننده است باور کنید خیلی الان که گذشته سالیان و سال من خیلی مسائل انتقادی رو استفاده کردم ازش پیش خودم فکر کردم دیدم داره درست میگه و خیلی استفاده کردم هیچ موقع با همون رابطه آقای مثلا فرض کنید که اردش لارودی یا خدابا پرویز زاهدی یا آقای جلالی هر کدوم از وسایل مطبوعاتی انتقاد میکردن همون دوستی و صداقه و سلام علیکی که خب قبل داشتم همون من ادامه دادم یعنی هیچ موقع نیومدم بشینم آقا گله کنم بگم آقا چرا به من چیز کردی اسدالله مراقبه که مربی مراقب مراقب تیم ملی جوانان شدم گفتم مهدی خان خدا رحمت شد شما تشریف بیارید تعمیرات من نگاه کن نقطه بگو تعمیراتم تو جاده کرج بود با زمین ترانسر من که با تیم میرفتم نیم ساعت جلوتر میدم اسدالله خدا عمرتون بالا رو سکوها نشسته و بعد تمرین با من صحبت می‌کرد. از همه کمک گرفتم تنها خودم فکر نکردم که میتونم همه کار بکنم هر کی که فکر کردم میتونه به من کمک کنه باش صحبت کردم باش مشورت کردم اون چیزهایی که به درد کارم میخورده استفاده کردم با روزنامه‌نگار صحبت کردم با تلویزیون صحبت کردم من بهترین رابطه رو هنوزم با روشنزاده دارم با مانو خدا بخشون. با همه و از نقل نظر همه استفاده کردم اونایی که خوب بوده پذیرفتم اونا هم که دیدن به کارم نمیخوره نه و بعد حالا همه اینا کمک کردن همه مسائل هم البته آسون نبوده راجب به اونم صحبت میکنیم و بعد بالاخره این تیم و شما راهی جام جهانی کردید سال 78 چقدر این دوستی ها چقدر این مسائل همیاری ها و همینطور قهرمان شدن در جام ملت ها به شما اعتقاد به نفس داد که شما این تیم رو میبرید جام جهانی 78 ببینید شما هر موفقیت اجتماعی که به دست بیارید اهمیت خاص خود چه داره و این به انسان نیرو میده به انسان قدرت میده همین بازی های هفتادشی شو خب من تیم ایران قرارما رو بدون هیچ یک گل خورده نداشته این تیم تصویات زیرگروه المپیک مطرال و جامجانی رو من یه دونه باخت تو آسیا ندارم فقط دو تا مساوی با کره جنوبی دارم تمام رزومه بکراند من یک باخ ندارم خب یعنی هم خودم انقدر متکی به نفس بودم هم تیمم انقدر متکی به نفس بود که الان دارم با شما صحبت میکنم میگم باخ ندارم خب باخ نداشتم حقیقت بوده دیگه نه. رفتم و تا حتی همه اشاره میکنن که خدا رحمت کنه زاگالو رو آخرین بازی هم که من مقدماتی جامجانی بوده با تیم دوم رفتم موقعی که فیصل دخیر گل زد همه فکر میکردن که من روشن و پربین و نیمکت نشستن تعویز میکنم باور داشتم تیمم و رو باور داشتم خب دو یک برنده شدیم من اگه بخوام شما رو شکست بدم اول باید به خودم قلبه کنم که بتونم شما رو شکست بدم من باید خصوصیات خودم نشون بدم و خب این خودباوری خیلی مهمه از نظر روحی روانی در هر تیمی در تیم ملی جوانان نوجوان هر رده ای که شما بخواد نگاه کنید این خیلی مهمه که از نظر فقط تمرینات فیزیکی نیستش تمرینات بدنی نیستش تمرینات تاکتیکی نیست خودباوری بازی کن باور کنه بازی کن خودشو که میتونه خصوصات خودش نشون بده خیلی کمک میکنه هم به تیم هم مربی هم بازی کنه ای اینا تو مقدماتی قطعا برای شما خوب کار کرد دیگه بالاخره پروین خیلی عالی بازی میکرد تو مقطع هجازی خیلی خوب بود تو مقطع مرحوم هجازی بقیه فکر کنم عبداللهی در دفاع بود آقای نظری بود نظری بود عبداللهی کازرانی آندانی گسترانیان به محمد صادقی پروین قاسم پور. تقریبا همه توی یه سطح همیشه ثابتی به شما بازی میدادن یعنی کم اشتباه آقای من موقعی که تیم رفت جام جانی با فدراسیون میتینگ گذاشت یعنی میتینگ فقط با آقای دیدمان بوده دیگه گفتم من با 15 بازیکن بازی, بازی میتونم تموم کنم اگر خیلی بد بیارم زخمی بشه رد کارت بگیرم 15 تا بازی کن پس شما اجازه بدید من دادی به 15 تا 25 جوون ببرم برای آینده فوتبال بله اون موقع من این جوانگرایی کردم برای آینده فوتبال حتی پنجلی هم برشم بردم توجه کردی خیلی فوتبالیست یعنی در این حالی که برنامه جامجانی مهمترین بازی های دنیا بوده فکر جوانگرایی آینده فوتبالم بودم و خوشبختانه هم چقدر خوب استقبال کرد و کمک کرد خب حالا اینو میگین چندین تا بازیکن مسئله دارم بودن مشکل هم داشتین یه بازیکن رو به خصوص میخوام صحبت بکنم که خیلی همچنان میگن که بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایرانه اول نظر شما رو میخوام بدونم آقای پرویز قیلیچخانی و بعد چی شد که بالاخره آقای قیلیچخانی اضافه نشد به این تیم در این که پرویز قیلیچخانی بهترین بازیکنه شما شک نکنید ببخشید چرا میگید بهترین بازیکن شک نکنید که خب شایستگیشو رو در زمین نشون داده بود در همه پست میتونست بازی بکنه یعنی حتی میخوام با بعد انقلابی ها مقایسه بکنم هنوز خیلی هم میگن که شبیهش نیمده یعنی گفتن چه میدونم کریم باغری علی کریمی علی دایی همه بازیکن کنن هر که تو... هر زمانی بازی های تاپ خودش داره و قلیشخانی خانی رو خب شاید اه، یعنی بگیم چجوری بگیم یاز... اگر در زمان 98 هم شما بخواد مثال بزنیم د... میشد جزو 11 تا توجه که اونجوری ما داریم صحبت میکنیم در 2006 هم میشد جزو 11 تا اینه که در طول تاریخ علی دایی که شما اشاره در طول تاریخ به همه تیمی میتونست بازی کنه کریم باقری میتونه مهده ها میتونه با اونجوری ما بررسیش میکنیم در تمام تیما میتونست بازی کنه یعنی قیلیش 78 میتونست بازی کنه 98 هم میتونست بازی کنه یعنی با اون خصوصیات به این تیم میخورده به خاطر فیزیکش به خاطر هنر بازیش و فیزیکش اینا ولی خب من چیز کردم اون موقع به عقاید چپی داشتن که من به عقایدش هم کار نداشتم اون موقع در سنحوزه بازی میکرد ارکویش درست اخبارم هم می آمد که خیلی خوب بازی میکنه خب من دعوت کردم گفتم در تورنمنت پاریس انجرمن یا بیاد من بازیش ب... ببخشید من قطع میکنم آیا شما اجازه داشتید که دعوتش بکنید با توجه به من مربی تیم ملی بودم نه از نظر سیاسی دارم هیچ کس با من چیز نکرد یعنی... موقعی هم که دویش هیچ کس نه فدراسون نه امنیت هیچ کس هیچ کس به من نگفت چرا دعوتش کردید خودم از اختیارات تیم ملی مربیگری تیم ملی بازیکن دعوت کردم من در پاریس انجرمند پیغام دادم که آقا بیا در یکی از بازی های تدارکاتی بازی کن که من ببینم بی خودی نبرم جامجانی بازی کن و من بعد نزدیک ببینمش و ایشونم نیمد منم نبردم یعنی فقط فنی ببینم اصلا چجوریه فنیه دیگه دیگه, دیگه و غیر فنی ما کار فوتبالی به سیاسی ندارم خب حالا میریم سراغ جام جهانی بالاخره این یکی از جام جهانی عجیب ما از اون موقع تا به حال فکر میکنم که یه جام جهانی بیشتر دیگه در آمریکای جنوبی نداشتیم که 2014 برزیل آب و هوای برزیل جوریه که با نیم کره شمالی تو تابستون تقریبا جور در میاد این وضعیت آرژانتین سرمای آرژانتین اختلاف ساعت همه همه این چیزا این، اینا چیزایی بود که شما از قبلش انتظارش داشتید یا حالا راجب استرالیا صحبت کردید ولی چی شد اصلا اونجا اونجا رسیدید خب اینم طبیعتا میدونستیم و پیش مسائل کرده بودیم و فدراسیون هواپیمای اختصاصی در اختیار تیم داشت ما آمدیم شب سنگال خوابیدیم از طریق سنگال رفتیم آرژانتی و فکر کنم که اردو ما یا مندوزا بود یا کردوبا رفتیم اردو و مصادف بود با حکومت سرهنگاد ارتشیا در آرژانتین یعنی همه نه تیم ما همه تیم ما در محاصره ارتش بودن که از نظر حفاظتی مستقر شدیم و هیچ مسئله بر پیش نیامد که بخوام روش اشاره کنیم انگوش بذاریم بگیم این مسائل باعث شد که مثلا فرض کن چرا از هلند خوردیم یا چرا از پرو خوردیم همه چی نرمال عادی بود تو ایران چطور این الان دیگه حالا سالای ماههایی که داریم نزدیک میشیم به انقلاب شرایط شرایط عادی نیست ولی همچنان این تیم رو دوست داشتن همچنان خیلی میخواستن که این تیم بره نتیجه بگیره تو جام جهانی با خودمون هم هدفدار بودیم میخواستیم با هدف درکت کرده بودیم نتیجه بگیریم تا حتی آخرین بازی پرو اون موقع دو امتیازی بود من تیم رو 4 بازی کردم یه جا گفتید که بازیکنان نمیدونم صدای قلب اینا رو من میشنیدم روی تله میومدن نه نه, می نه تو این من من همیشه از روحی یعنی طوری با بازی کنم صحبت کردم که مقابل هیچ تیمی قدم اقب نزرم هیچ موقع اینا دیگه داستان که خودشون کازرانی و شوخی و بازیکن با پروین و خودشون که بعد دقیقه اول مثلا گفتن, چقدر دیگه باز، بوده بازی, بازی با هلند ب... اینا میترسیدن از اینکه مثلا نیسکنز و آریهان اینا رو دفعه اول داره نگاه میکنن جلو ببینیدن ما مثلا فرض کن با خود آرژانتین در تورنمنت رئال مادرید بازی کرده بودیم و سدار منوتی هم مربی بود و بعد که رفت همه گفتن که تو آرژانتین انتقاد کردن که تیم ایران کجاست گفت شما ایران میبینید بیاد ببینید ما نتونستیم در جام جهانی با اون خوشیات خودمون بازی کنیم ما میتونستیم بهتر نتیجه بگیریم بهتر بازی این کنیم اینکه جلو هلند بود بازی اول خیلی به ضررتون شد ببینید تیم ما طوری مثلا ما هلند تقاضا کردیم بیاد پاریس سن بازی کنه هلند نیمد یعنی رو تیم ما حساب میکردن و حالا برای اولین دفعه بود از نخرزن روحی روانی و شاید همون دقیقه اول فرصتی که گیر صادق فرکی اومد گل میشد شاید به این نتیجه اصلا می میشد ولی خب بعدا داستان خود بازیکن ها درست کردن که آقا بعد یه دقیقه گفتن چند دقیقه دیگه وقت <laughs> باقیه حالا اون دوتا بازی دیگر رو هم صحبت میکنیم ولی آقا تیم شما هشتا گل خورده تو جام جهانی چهار تاش پنالتی هن. چرا؟ پنج اصلا خب داور باور کن اینو بدون اقرار بگم که پنالتی نبود یعنی کرکوف از پشت ایجرمت خودش انداخته تو متر پنالتی گرفتن یا پرو دو تا پنالتی گرفته خب این یعنی حرفه گری اونا بود اصلا نمیتونم بگم که الان هم حرفه گری بود هم داوری بد بوده به قطر سه تا پنالتی گرفته تاریخ نداری الان که وی ای آر هست دیگه چک میکنه الان شما چجوری میگی سه تا پنالتی گرفته چی گرفتن دیگه خب بازی اول شما رفتین سه هیچ باختین انتظاری هم نبوده هلند هلندی که قویه فینالیست جام قبلی بوده اون دوره هم اومده واسه قهرمان شدن چوخی هم نداره با کسی بازی دوم یه داستانی داره که بعضی, بعضی ها اینو میگن که چند شب مونده بازی یا شب مونده بازی دو نفر میان در کمپ تیم ملی و آقای گرین وود اشتباه نکنم و یک کسی دیگه شروع میکنن با شما صحبت یعنی پرسجو میکنن که بیان با شما صحبت بکنن و تیم انگلیس شرکت نداشته در جام جهانی 78 که چجوری اسکاتلند رو ببرید یا چی بکنید این, این چیه ماجراش؟ این داستان هایی که دیگه درست میکنه پشت هر بازی یه داستان استوری داریم این هم داستانیه که درست کردن من بازی اسکاتلند رو مونده بودم سمت چپ جایی که آرچیکی میل بازی میکنه <تصفح> خب همه میدونستن شما هم میدونستی که مثلا فرض کن اسکاتن جوجردن و داگلیش داره خوب هد میزنه داگلیش چه جوری بازی و تام چه جوری ش... شرفی به من ادواج داد نه آقای گرین وود، نه حسن نه حسین شرفی به من ادواج داد گفتش که دانای فر خدا بیا مرج بذار هم میتونه اون حساب بده هم میتونه آه... کار مثبت به نفع تیم انجام بده من با دیده شرفی این کاری کردم ایرج دانای فرد گذاشتم که گل هم ایرج زد خب طبیعتا گلم که خوردیم هیچ کس به شما هیچ اطلاعاتی نداد از اسکاتلند از اسکاتلند نه یه جوری با جزئیات یه سری میگن که آدم میگه که میگن که دیگه شما رو کشوندن کنار اومدن رو تخته بازی نه رو... اینا, 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 داستانه دیگه استوریه ولی هفتادش داشت... اگه واقعا هم چیزی بود خب چیز مسئله نبود میگفتم چون الان چند سال گذشته دیگه بود؟ الان نزدیک چهل و سال گذشته خب سال دیگه میگفتم نیده دلوقت. تو بانک نمیخوام تو بانک صندوق گروه نگرده عالی خب اسکاتلند و مساوی گرفتین گوشت اسکاتلند و شیکوندین اسکاتلند تیم قوی اومده اونا هم به دنبال قهرمانی اومده بودن حالا متوهم بودن یا نه داستان دیگه ایه میریم بازی آخر بازی پرو شما میگین که این بازی رو میخواستین تهاجمی بازی کنید که سعی کنید در گروه من پرود اگه امتیاز گرفته بودم بالا می اومدم دیگه هیچ نرفتم من دفعه 4-3 بازی کردم روشن زخمی رو گذاشتم من اگر شما تابلو رو نگاه میکردی میامدی تو نگاه نمیکردی نمیرسی پرو برتره یا ایران برتره باور کن ما این حقانیت داشتیم از اون بازی نتیجه بگیریم متاسفانه با داور پنارتی از ما گرفت بله اونجا هم دو تا, دو تا پنارتی به, به اون هم دادین فکر میکنین اونجا هم حق شما خورده شد برای اینکه ایران تیم کوچکتر بود اینجوری یعنی نمیگم حق ما خورده شد میگم داور به ما ظلم کرد یعنی اگر اون پنارتی رو نگرفت بود با هلند یا پرو شاد نه چه چیز دیگه میشد درست بعد دیگه شما دارید برمیگردید ایران نزدیک هست به شهریور و حوادثی که دیگه منجر به انقلاب خواهد شد اولا که قرارداد قرارداد به چه شکل بود اون موقع شما میخواستید ادامه بدید با تیم ملی نمیخواستید ادامه بدید چی بود اصلا من با تیم برنگشتم من رفتم آمریکا بعد از آمریکا برگشتم با فدراسیونم هم کنترل چرا چرا برنگشتی من رفتم که کار داشتم آمریکا کار شخصی داشتم رفتم آمریکا نه اینکه با یعنی نه ناراحت نبودین که مثلا برگردین ایران انتقاد بشه که چرا خب بعد 25 20 روز با 20 روز اختلاف آمدم بله با... توجه کردی هنوزم چیزی اتفاق نیفتاده بود با 20 روز اختلاف آمدم و خب خسته بودم خسته شده بودم دیگه و میخواستم برم به اصلا این سوت آخر بازی پرو رو که زدن حالت شما چی بود؟ گفتی که فرصت از دست رفت دیگه به ذهنم رسید که ادامه ندم در تیم ملی همونجا؟ همونجا با فکر کردم که دیگه بس تیم ملی برم یه باشگاه کار کنم و خداوند عبدو هم به من آفر داده بود برای پرسپولیس با صحبت کرده بودم با اون ابهت جام جهانی و فوتبال ملی و اینا هینا هینا هیچ وسوسه نکرد چیزی که فکر کردم گفتم دیگه ادامه ندم چون یه کاری داری که با جامعه طرفی همیشه زیر فشار روحی هستی زیر فشار فکری هستی هیچ لذتی از زندگی نمیبری هیچ لذتی از اصلا معنی تفریح نمیفهمی چون اگر احساس مسئولیت نسبت به شغلی نسبت به کارش داشته باشی این به طور طبیعی همیشه زیر فشار هستی خب کار مربیگری تیم ملی مثل کار نگاری هم نیستش مثل کار کارمنده اداره که نیستش کارمنده کارمند اداره شما با یه رئیس ولی اینجا با یه جامعه طرفی و بخواید جوابگو جامعه باشی باید خیلی زیر فشار باشی خیلی وقتی احساس مسئولیت داری خب طبیعتا خسته هم هستی دیگه فکر کردم اگر ادامه ندم بهتره یه سوالی الان برای من پیش اومد بازیکنهای تیم ملی س... حالا مثلا همه آقای قریشخانی جدا شده هستیم بالاخره نیومده بقیه بازیکنهای تیم ملی از نظر سیاسی تو, د... تو, چه فضایی بودن اینا هیچ بدون اقراق الان که سالیان سال, سال گذشته هیچی اصلا فقط به فکر بازی بودن و این به خاطر این بود که تو اردو بودن جدا از ایران بودن شات پس اصلا اونا فقط دیگه متمرکز بودن همه و فکر و ذکر با همه اردو بود و مسابقات و تیم درست در این مدت که تو اردو بودیم یا آرژانتی بودیم فکر دیگه نداشتیم یا این که مثلا فرض کن خانواده بستگان همین در همین چارچو ما فکر میکردیم جستجو میکردیم خب دیگه تصمیم گرفتید که با ایران کار نمی کنید یه دفعه نه من با ایران کار نه اینکه تصمیم با ایران کار نکنم من مربیگری تیم ملی خسته بودم ترجیه ترجیح دادم برم یه باشگاه افسوسی که ندارید از این بابت بالاخره باز این ب... ب... آخر قهرمانی ایران تو جام ها مال همونجاست اولین حضور در جام جهانی هم مال همون دوره است مثلا المپیک هم خب بالاخره دوم بر بر را پیدا کردیم نفوذ نداشتیم بله من یادم مینایوف دو کارته بود مار روسیه دو یک باختیم و خدا رحمت کنه صدقیانی میگفتم شکایت کنی حق بازی کردن نداره زورمون نرسید بلا ما رفته بودم برای فینال برای مدال برای اولین دفعه المپیک میرفتم برای مدال من فرانسه رو پنج چهار بردمش بازی تدارکاتی تو همون اردو المپیک بالاخره حالا شرایط جوری شد انقلاب شد شما هم اومدید اینجا بهتون آفر دادن دیگه سوابق شما رو دیده بودن اینجا خب اینجا مصادق به با تمام باجار جامجانی دیده بودن و اینی که آفر به بعد دادن که بیام باشگاه الشعب در شارجه آمدم در اینجا امکانات تیمی هم نداشتم فقط نگاه کردم دیدم که خدا بیمار عزیزی به درد این کار میخوره به درد فوتبال یعنی میتونه خیلی کمکم بکنه بعد هیچی نداشت زمین تمیرم به اون صورت نداشتم من این تیم آوردم فینال بعد که آمدم فینال دیگه فدراسیون آمد به من صحبت کرد اون موقع که اشاره داشتید گیریم بود اون موقع دانروی مربی تیم ملی امارات بود و خیلی پول به دانروی دادن که کنترلش فصل شد من آمدم جاین دانروی مربی تیم ملی امارات شدم و اینجا هم صادقانه کار کردم و خیلی هم ممنونم و تیم ملیشون جوانانشون قرب آسیا قرمان شدم و نتایج مثبتی گرفتم و راضی بودم بعد دیگه رفتم آمریکا برگشتم آمدم رفتم 94 تا 2000 مربی ملی عمان شدم اول از همه این سال 80 شما حتما دنبال می‌کردید مسابقه رو که وسط جنگ وسط مسابقه جنگ ایران عراق شروع شد اون اون موقع نگاه کردید تقریبا همون تیم شماست ب... یعنی بدن تیم همون جوان‌ها سال 80 شما میگی بله بله دیگه در کویت بود بله بله تمام افکار ها من باشون بودم اونجا همه متوجه خانواده های خودشون بودن، مواوی وطنشون بودن، مملکتشون بودن و هیچ کس آرامش نداشت. این بود که شاید هم اون همون تیم لیاقت و شایستگی قهرمانی داشت. تیم بسیار بسیار خوبی بود. نشد. چی شده که این فوتبال ایران هر سری میره نمیشه که هر سری شانسی باشه. خب حوادث فوتبال پیش بینی نشده است. شما نمیتونید پیش بینی کنید که این بازی چی میشه. از نقل نظر نیرو انسانی هم بازی های چهار سال قبل رو که اینجا بود در دوبه بود من خودم تفسیر میکردم و مثلا فرض کن با, با کروش بود دیگه تیم ملی خورد به ژاپن تیم دوم ژاپن هم بود تیم اول نبود و داور فولم نگرفت بازیکن ای ایران توپ ول کردن دنبال داور دویدن همونجا من اشاره اینا بازیکن های ایران دنبال داور دریدن بازیکن ها ژاپن دنبال توپ دریدن این, این سری چی آقای قلنوی آقای قلنوی تجربه کامل داره نسبت به تیم ملی چون سالیان سال در لیگ مربیگری میکنه ولی تیم ملی با دل یه لیگ خوب برمیاد ما لیگ خوب نداریم مدرسه و آکادمی خوب نداریم شما موقعی که مدرسه و آکادمی مد... بازیکن مراحل آموزش خودش طی نکرده تاکتیک پذیریش هم سخت میشه یعنی فقط میره رو هنرهای فردی و خلاقیت های بازیکن ما این مراحل فوتبال رو خوب طی نکردن تاکتیک پذیریمون خیلی سخته یعنی شما از یه مربی باشگاه سوال کن آقا تو هر روز تمرین داری هفته من مسابقه دیدی میری پای تخته پلن بازی رو میکشی چند درصد فکر میکنی پلنت پیاده میشه و تیم خوبی داشتیم در بازی قطر ما مثلا پرس کن گلی که از قطر خوردیم شاید آماری به ما بگه که مثلا دویست تا پاس دادیم یا صد تا پاس دادیم ولی روز ضد حمله پاس عمقی با 4 تا پاس اکربتیف گل زد یعنی جلو فقط مدافعین ما دو نفر سه نفر بیشتر نبودن در مقابل سه نفر یا چهار نفر پاس های عمقی در عمق داده میشد خط ما خارج بود از زمین در پارسای امقی مقابل حتی مقابل فلسطین هم این مشکل ما داشتیم بدون اقراق ما گرونترین تیم فوتبال تاریخی داشتیم هشت تا نه تا بازیکنم داریم که دو دفعه جام جهانی رو تجربه کردن حداقل حداقلش خب بازیکن کم تجربه رو نداشتیم و بازیکن با تجربه داشتیم در تورنمنت چیزی که میتونیم حفظش کنیم مهمه حالت روحی و روانی بازی کنه اون حالت یعنی آمادگی جسمی داره آدمی فیزیکی داره تکنیکی داره از نقطه نظر سایکولوژی یعنی باور کنه که هیچکس کس نمیتونه اینو شکستش بده و این خیلی مهمه از نقطه نظر حالت روحی بازی کنه و نمیدونم در اردو چی گذشته چی بوده ولی به طور و کلی چیزی ظاهر امری که من نگاه میکنم خصوصیات فرد فرد بازیکن ها رو نگاه میکنم ما لیاقت شایستگی قهرمانی داشتیم خیلی آسون ما از دست دادیم ما یه مقدار شایم بدون اقراق من دقیقا نمیدونم رفتیم رو آمار و ارقام بازیکن خوب داریم که میتونه تأثیر گذار باشه یا قلیزاده یا قاعدی چجوری آمار و ارقام مای بازیکن میزنیمش کنار از تمام نیرو و قدرتمون ما استفاده نکردیم و یه مقدارم شاید بگیم که اه، تقلیدی اه یعنی بگیم که گواردیولو اینقدر پاس داده اینقدر سبس و توب کرده آمار و ارقام اون آقا اون بازیکن گواردیولو مش... آکادمی خوب دیده ما مربی دیگه تنها مربی هایی که از ایران رفتن تیم های ملی دیگری گرفتن شما بودین و آقای طالبی که یه, مقطعی تیم سوریه بودن نتیجه خوبی هم نگرفتن ده شما اومدید امارات و عمان فکر کنم سوریه بودن و اندونزی اگه اشتباه نکنم یعنی که چاره دیگه چیه یعنی چیکار میشد کرد اون اون کلاسای دت مارک رامه رو که برگزار نمیشه چرا دیگه ما نداریم یه کسی مثل حشمت ماجرانی نه د... نمیتونیم بگیم نداریم داریم واقعا هم مربی آشنا داریم یه مقداری ببینید چجوری بگم که روش بازی به مربی نشون میده چه تاکتیکی رو پیاده کنه از چه بازیکنهایی استفاده کنه یا روش بازی با استخونبندی تیم حریف به من مربی نشون میده چه روشی رو مقابل این تیم آمار و ارقام و یه جای دیگه است آمار و ارقام به من گل نشون نمیده حرکت بازیکن نشون میده فضا سازی و فضا شناسی رو نشون میده می ولی بازیکن که داریم که میتونه مسمر سمر باشه خلاقیت داشته باشه هر لحظه میتونه بازی رو برای نتچه رو برای شما عوض کنه ما اون بازیکن رو به چه دلیلی کنارش میزنیم فقط به همون آمار و ارقام ما داریم کار میکنیم و این آمار و ارقام این در این تورنمنت خیلی معذرت میخوام شد برای جون ما در نهایت شما به عنوان بدنه تیم ملی و بازیکن مربی تیم ملی احساس مسئولیت میکنید که شما نماینده اون جامعه هستید ببینید به این صورت ما نمیتونیم بگیم که اینا مربی و بازیکنان شایستگی نداشتن مربی بازیکنان شایستگی داشتن و شما موقعی که بعد جواب سوال ولی مد 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 نماینده ملت هم هستن جوابگو باید باشن در مقابل جامعه ای که در اون زندگی میکنن آره جوابگو باشن فکر میکنید که دفعه دیگه ای که ما فوتبال ایران رو در آسیا با اون اقتدار در بالای قاره میبینیم که هم بتونه استرالیا رو ببره هم بقیه تیم رو هم قهرمان جام ملت‌ها بشه هم نماینده شایسته تو جام جهانی باشه کیه ببینید در هر موقعی که شما بخواد تیم فوتبال اینا رو انالیز کنی بررسی کنی از همون هفتاده هشت بگیر بیاد همیشه ما مدعی بودیم همیشه تیم ایران برتر آسیا بوده یعنی از نقطه نظر نیرو انسانی ما خیلی قوی هستیم نتیجه رو میگم نتیجه یه مقدار مسائل حاشیه‌ای یه مقدار به ما همیشه لطمه زده من اولین دفعه ای که احساس کردم که ما میتونیم با مربی ایران خود من همیشه انتقاد میکردم میگفتم آقا چرا مربی خارجی پس کی میخوای مربی ایرانی تنها موردی که فکر میکردم تیم قهرمان بشه همین زمان مربیگری امیر قلنویه چون به نکات خوب و بد فوتبال ما خوب آشناست تسلط کامل داره رو روحی و روانی جامعه میشناسه به طور کلی فاکتورهای لازم داره ولی نمیدونم اسیر چی شد که امیر تسلیم شد حشمت مهاجرانی خیلی ممنون که با ما صحبت کردید و وقت گذاشتید خیلی متشکرم مرسی از شما که این فرصت رو به من دادی صحبت کردم با شما خیلی خوشحالم خیلی وقت بود دوست داشتم با جناب علی صحبت کنم برای خیلی ممنونم از شما از همکاران و عزیزتون و تمام بینندگان شما